سلام، من هانیم و به اتاق 13 هم خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 هم خوش اومدید. یه پرونده ایه که این روزا خیلی همه در موردش حرف میزنن، صحبت میکنن در مورد اتفاقاتی که افتاده، در مورد سوالاتی که در موردش وجود داره. و خب این پرونده از یه لحاظایی هم برای ما جالبه. اول اینکه آرمان و غزاله حدوداً هول و هوش سن و سال من و بهرامو دارم و خب یه جورایی مثلا یه حس همدردی شاید میشه گفت. آره، با هر دو تاشون یه حس همدردی، حس عجیب و غریب داریم که مثلا شاید ما جای اونها بودیم، شاید ما تو شرایط اونها بودیم. برای همین ما هم تصمیم گرفتیم که این پرونده بپردازیم. ولی جدای از اون که احتمال داره فردا آرمان اعدام بشه، ما نمیتونیم به خانواده آرمان بگیم که اعدام کنید، اعدام نکنید، ببخشید، اینا شما ربطی نداره. و همون جوری که میدونید توی ایران معمولا در مورد پرونده های جنایی اطلاعاتی بیرون نمیاد. اطلاعاتی هم که الان ما داریم، تازه اطلاعات خوبی هم تونستیم جمع کنیم راجبش، شاید 5% از اتفاقاتیه که افتاده و ما همه پرونده رو نداریم. دقیقا، حالا تو همه کشورها اینجوری، حالا یه کشوری کمتر، کشوری آره، بیشتر دیگه. ولی حالا توی ایران این مسئله پرایویت تر، یعنی اصلا نمیدن بیرون اطلاعاتو. ولی با این حال اطلاعات خوبی تونستیم جمع کنیم، بریم این پرونده عجیب و غریب رو. به نظر من نقطه‌های کور خیلی زیاد داره، شاید به همین دلیل که آرمان هنوز اعدام نشده. بریم بشنویم با هم. آرمان عبدالعالی متولد 19 اسفند 1374 در رشته تجربی درس میخونده، ولی به گفته پدرش درسش اونقدر خوب نبوده و یه چیزی حدود 7 بوده معدلش و به زور مجبورش میکردن درس بخونه. ولی به جاش ورزش میکرده، گفتن که بسکتبال بازی میکرده، حتی عکس‌هایی هم که ازش منتشر شده مدال دور گردنشه، جام دستشه، ولی نمیدونیم توی چه تیمی بازی میکرده، در چه سطحی حرفه‌ای بوده. ولی به هر جهت مادرش خانم کاترین کیامهر دندانپزشک هستن و در تهران ظاهرن کار میکنن و پدرش آقای کامیار عبدالعالی استاد دانشگاه هستن و متخصص لسه. و اما خانواده دومی که قراره باشون آشنا بشیم، خانواده غزاله شکور. غزاله متولد سال 1373 بوده، یعنی یک سال از آرمان بزرگتر بوده و در زمانی که در بازه زمانی که ما می‌خوایم در موردش حرف بزنیم دانشجو بوده، در رشته مرمت ابنیه قبول شده بوده در دانشگاه قزوین و درس می‌خونده. مادرش خانم ناهید در خیابان شریعتی تهران یک سالن زیبایی دارن و به عنوان آرایشگر کار میکنن، ولی در مورد شغل پدرش آقای داوود اطلاعات آنچنانی در دست نداریم. ولی میدونیم که هر دوتا خانواده با اینکه اینها پزشک بودن و اینا شغل آزاد داشتن، از لحاظ درآمدی بسیار بالا بودن، درآمد خیلی بالایی داشتن. این دوتا خانواده ظاهرن در یک سفر مشترکی میرن ترکیه، شهر آنتالیا. طبق چیزی که خودشون میگن در اون زمان اتفاق افتاده، میگن دو سال پیش، ولی تاریخ دقیقش رو ما نمیدونیم. هول هوش سال 90 میرن ترکیه و در اونجا با هم آشنا میشن. ظاهرن آرمان هر شب توپ بسکتبالش رو بر میداشته و میرفته توی زمینای بازی که توی ترکیه وجود داره بازی میکرده. توی ترکیه یه سری زمینای بازی هست که شهرداری میذاره برای بچه ها که برن توش بازی کنن، حالا بعضیش فوتباله، بعضیاش برای بسکتباله، میرن اونجا بازی میکنن. آرمان هم توپش رو شب بر میداشته میرفته اونجا بازی میکرده که به اتفاقی با دوتا دختر به اسم غزاله و شهرزاد آشنا میشه و خب به یک رابطه صمیمی بینشون شکل میگیره، بین هر سهشون. یه پست اینستاگرامی خانم شهرزاد کشاورز، دوست غزاله که همون شب آشنایی با آرمان هستاشون با هم آشنا شدن، توی اینستاگرامشون منتشر کرده. ولی خب کی منتشر کرده، چرا پست رو بعد پاک کرده، ما نمیدونیم چرا. ولی به نظر من این پست اینستاگرامیش رو
بشنویم و در مورد رابطهشون و احساسی که بین این دوتا شکل گرفته از زبون دوست هر دوتاشون بشنویم. امروز بعد خستگی و دردهایی که این روزها به خاطر کار زیاد دارم، خبر رأی مثبت اعدام آرمان که یکی از عزیزترین دوستانم به جرم قتل یکی از صمیمیترین دوستانم غزاله را شنیدم. شاید خیلی ها ماجرای غزاله و آرمان را شنیده باشین، اما این بار بذارین من براتون تعریف کنم. این عکس رو من از غزاله گرفتم. این کوچولویی که میبینین دست دور شونه غزاله انداخته، آرتین عبدالعالی برادر کوچیک آرمان هست. ما معصومانه با هم دوست بودیم. به سادگی همین عکسی که امروز تصمیم گرفتم پستش کنم. شاید خونده باشید که غزاله و آرمان توی آنتالیا با هم آشنا شدن و هزاران سوء برداشت براتون ایجاد شه. اما آرمان و غزاله و من توی زمین بسکتبال با هم آشنا شدیم. آرمان ورزشکار حرفه‌ای بود و به ما اجازه میداد باهاش بازی کنیم. 16 یا 17 سالمون بود. روزامون همش بدو بدو و شبا لب دریا اندازه ماه رو بین انگشتامون اندازه می گرفتیم. از داشتن دوتاشون اونقدر خوشحال بودم که میتونم بگم توی اون روزا فکر میکردم مگه آدم چیزی جز دوتا رفیق پایه مثل خودش چی میخواد دیگه. غزاله و آرمان انقدر پاک و کودکانه همدیگر رو دوست داشتن که همه با لبخند نگاهشون میکردن. یادمه که پرواز برگشت من و غزاله با هم بود و کل راه سرش رو گذاشته بود روی پام. میگفت واسه دیدن دوباره آرمان لحظه شماری میکنم شهرزاد. بهش میگفتم تو که آرمان رو میشناسی، اون بیشتر از تو دل تو دلش نمونده برای دیدنت. غزاله و آرمان معصومیت خالص بودن دوستان. نه به مرگ غزاله باور دارم، نه قاتل بودن آرمان. خیلی چیزها هست در مورد مفقود شدن غزاله وجود داره که گفته نشده، اما مطمئن باشین آخرین نفری که غزاله رو دیده آرمان نبوده. غزاله اگر میدونست آرمانش تو چه شرایطی هست دق میکرد. به آرمان کمک کنید و این پست رو منتشر کنید دوستان. همونجور که توی پست اینستاگرامی شهرزاد دوست غزاله شنیدید، این دو وارد رابطه عاشقانه با هم شدن، با اینکه سن و سالشون خیلی کم بود و بعد از اینکه از ترکیه اومدن رابطهشون رو با هم ادامه دادن، ولی به نظر می اومد خانواده هاشون هم خبر دارن از این رابطه، چون مامان غزاله توی یه سری از مصاحبه هاش می گفت که غزاله به من گفته که پدر مادرش دکترن، به نظر میاد خانواده خوبی هم و من دوست دارم باهاشون در رابطه باشم. در 12 اسفند سال 1392 غزاله ظاهرن وقت دکتر داشته برای دکتر پوست. ساعت 3 بعد از ظهر از مادرش خداحافظی میکنه و از خونه میاد بیرون و دیگه به خونه بر نمیگرده. همینم باعث میشه که حدودا چند ساعت که میگذره و تلفن غزاله خاموش بوده، پدر و مادرش نگران میشن و میرن اداره آگاهی و میگن که دختر ما رو دزدیدن. دختر ما یه چند وقتی بوده مزاحم تلفنی داشته و ما حدس ما اینه که دزدیده شده. و واقعا برای من سواله که چقدر پیش میاد که وقتی یه نفر تلفنش رو خاموش کنه و جواب نده ما بگیم که دزدیدنش. یعنی احتمالش خیلی کمه، مگه اینکه واقعا مثلا تهدید چیزی شده خیلی باشه، خیلی تهدید جدی باشه. چون مثلا وقتی اینجوری میشه مثلا ما شاید حدس بزنیم بگیم تصادف کرده، ولی چقدر احتمال داره بگیم دزدیده شده؟ اونم مثلا دختر 19 ساله. آره دیگه، چون همه مثلا مزاحم تلفنی داشتیم دیگه، یعنی چیز عادیه، ولی اینکه مثلا چقدر احتمالش اینه که مثلا اینقدر چی باشه که فکر کنیم مثلا دزدیده طرفو، خیلی عجیبه. به نظر من اینجا یه علامت سوال بزرگ وجود داره. بعد از اینکه پدرش از آگاهی میاد بیرون، میرن مطب دکتر پوستی که غزاله قرار بوده اونجا بره و اون منشی که اونجا بوده میگه آره غزاله اومده هلوهوش ساعت 3، ولی چون مطب شروع بوده من بهش گفتم که برو یه یک ساعتی زمان میبره تا نوبتت بشه. و غزاله از میزنه بیرون از مطب، وای نمیسته، دوربینا رو که چک میکنن میبینن که غزاله داره تلفنی حرف میزنه و توی تلفنش میگه که به دوستش میگه که من دارم میرم خونه آرمان. پدر غزاله و اداره آگاهی یه سری تحقیقات انجام میدن و متوجه میشن که غزاله بعد از اینکه از مطب دکتر اومده بیرون سوار تاکسی شده و آریا شهر نبش خیابون کاشانی از تاکسی پیاده میشه و اینکه خونه آرمان میرداماد خیابان البرز بوده
و طبق نقشه‌ای که گوگل مپ به ما میده یه چیزی حدود 2 ساعت و 2 ساعت و نیم پیاده روی داره. یعنی اینکه غزاله از دکتر که اومده بیرون رفته آریا شهر اونجا با کی قرار داشته ما نمیدونیم، علامت سواله. و از اونجا ما نمیدونیم که اگر رفته خونه آرمان با تاکسی رفته یا پیاده رفته، و از اینجا به بعدش اطلاعاتی نیستش. خیلی سریع گم شدن غزاله پیگیری میشه و پلیس تلفن غزاله رو چک میکنه بر اساس لیست تماسایی که حالا از مخابرات جایی گرفته بودن و متوجه میشن آخرین تماساش با آرمان بوده. برای همین با آرمان مصاحبه میکنم و آرمان میگه نه من خبری ندارم، من ندیدمش. و توی مدتی که دنبال اینن که مثلا یه حکمی بگیرن، یه اطلاعاتی به دست بیارن، مادر غزاله پا میشه میره دندون پزشکی مامان آرمان و به مامان آرمان میگه که پسرت این کارو کرده، شما بچه منو کشتین، تو رو خدا راضیش کنین، حداقل بام ببینیم جنازش کجاست، اصلا اگه قایمش کرده دزدیده به ما پسش بده. و مامان آرمان میگه که نه، پسر من این کارو نکرده، ما این حرفو قبول نداریم و شما دارین اشتباه میکنین. بعد از یه چند روزی که میگذره حکم میگیره اداره پلیس که برن خونه آرمان رو تفتیش کنن و ببینن که آیا اونجا از غزاله خبری هست یا نه، آثار چیزی اصلا وجود داره یا نه، آثار چیزی وجود داره یا نه. وقتی وارد خونه میشن یه سری چیزا توجهشون رو جلب میکنه. اول اینکه یه چمدونی پیدا میکنن، یه چمدون قرمزی پیدا میکنن که روش چند تا لکه خون وجود داره و اینکه یه میله بارفیکس پیدا میکنن که روی اون هم چند تا لکه خون وجود داره و خب نمونه گیری میکنن یه سری جاها هم عکاسی میکنن که حالا در مورد اینها براتون بعدن توضیح میدم. و نمونه های خون که نمونه های اصلیه میره آزمایشگاه. یه چیزی که اینجا در موردش حرف میزنم و هیچ وقت من نمیفهمم که حالا مشکلش چیه، میگن این نمونه‌های خون در آزمایشگاه خصوصی DNA چک شده. من نفهمم که خب آزمایشگاه خصوصی با دولتی چه فرقی میکنه دیگه، حالا چه خصوصی بوده چه دولتی بوده. میبرن چک میکنن و میگن که بله این نمونه خونها نمونه خون غزاله است و احتمال داره که غزاله فوت کرده باشه. اولین بازجویی آرمان در 20 اسفند سال 1392 بود، یعنی 18 سال و یک روز داشت و 8 روز بود که از مفقود شدن غزاله میگذشت. آرمان به محض اینکه وارد اتاق بازجویی شد به قتل اعتراف کرد، گفت که من مدرسه بودم، از مدرسه اومدم خونه و غزاله به هم زنگ زد، خیلی هم زنگ زد و گفت که میخوام بیام پیشت و ببینمت. آرمان میگفت که من اجازه نداشتم که دوست دخترم رو خونه بیارم. یه چیزی بهتون بگم، اکثر سایت ها و اکثر وبسایت های ایرانی نوشتن نامزد بودن ولی نبودن. من فکر میکنم به خاطر اینکه حالا میخوان بگن تو جامعه ما مثلا خب چیزی به اسم دوست دختر دوست پسر وجود نداره و عرف نیسته، عرف نیستش گفتنش، یعنی عرف نیست در آره و اصلا قصد ازدواج نداشتن، با هم دوست بودن صرفا. اینو بهتون بگم و اجازه نداشته بیارتش خونه، دوست دخترشو بیاره خونه. غزاله زنگ میزنه و میگه من میخوام بیام. آرمان برادرش آپتین خونه بوده، برادرش رو میبره توی اتاق، هدفون میذاره رو گوشش و بازی کامپیوتری روشن میکنه و میگه که بازی کنه که اگر اون غزاله اومد خونه برادرش متوجه نشه، یعنی برادر خونه بوده، برادر کوچیکش خونه بوده. غزاله میاد میرن تو اتاق آرمان و بحثشون میشه. ظاهرا غزاله گفته من میخوام از کشور خارج شم، میخوام برم اتریش برای درس خوندن و آرمان گفته نه. این حرف رو تو اعترافات اولش داره میگه، گفته نه و نباید این کارو بکنی. و بحثشون میشه، هلش میده، سرش میخوره به دیوار و میشکنه و آرمان گفته من میله بارفیکس رو برداشتم و چند بار زدم توی سرش، بعد هم ترسیدم پلاستیک آوردم، 15 لایه پلاستیک پیچیدم دور غزاله، غزاله رو گذاشتم توی چمدونی که از انباری آورده بودم
با خودم بردم بیرون، غزاله رو از توی چمدون در آوردم، انداختم تو سطل آشغال و چمدون رو برگردوندم خونه. روانشناسا آرمان رو چک کردم و گفتن که سالمه و هیچ مشکلی نداره از لحاظ مغز، یعنی تو شرط بحرانی نیستش. اگر داره اینا رو اعتراف میکنه داره میکنه، یعنی تحت فشار نیست، تحت فشار نرماله، حالتش کاملا نرماله. اولین دادگاهی که قرار بود برگزار بشه برای آرمانیک دادگاه غیر علنی بود و خانواده آرمان، خانواده غزاله وجود داشتن و مردم اجازه ورود نداشتن، ولی فضای عجیبی بود. یه چیزی که من خیلی نسبت بهش حس بدی دارم و توی نوشته ها داشتم میخوندم، خانواده آرمان، یعنی خانواده درجه دوم درجه سوم و خانواده درجه دوم درجه سوم و غزاله برای همدیگه شاخوشونه میکشیدن، همدیگه رو تهدید میکردن. مثلا اونا میگفتن ما قاتل نیستی، اونا میگفتن تو قاتلی، یه عده مثلا میگفتن ببین وروجک نیم وجبی بچه ما رو کشته، یا مثلا میگفتن که یه مرد هیکلی بوده اونجا میگفته چیه اومدین قاتل ببینین، بیاین ببینین، یا مثلا میگفتن که مادر غزاله میگفته که به پدر آرمان تو به حساب استاد دانشگاهی، تو 60 نفر نوجوان میشینن جلوت، چی بهشون یاد میدی، خودت قاتل تربیت کردی، از این حرفا. و خب جو بین دوتا خانواده کاملا متشنج بود. دادگاه اولی که برگزار شد همونجوری که میدونید غیر علنیه و ما جزئیات زیادی نداریم، اما ظاهراً در اون دادگاه آرمان تمام چیزهایی که در اعتراف اولیش گفته رو پس میگیره و میگه من نه هلش دادم نه با میله بارفیکس زدم، بلکه اتفاقات رو مرور میکنه، میگه اومد غزاله خونمون، ما با هم دیگه صحبت کردیم، گفت من میخوام برای درس خوندن برم، من بهش گفتم سوئد خیلی کشور خوبیه، میتونی بری سوئد درس بخونی، و تلفنش زنگ خورد و میخواست از خونه بره بیرون. از راه پلا که ما خدافزی کردیم میخواست بره، من در رو بستم، یهو دیدم صدای جیغ اومد، در رو که باز کردم دیدم غزاله روی پله ها پایین پله ها افتاده و از سرش داره خون میاد. من ترسیدم، غزاله رو آوردم توی خونه، توی پلاستیک پیچیدمش و بردم انداختمش سطل آشغال، یعنی دوباره همین کار رو انجام داده. بعد آخه پیش خودش فکر نکرده که اینجا چند تا سوال پیش میاد دیگه، که من میگم سوالا رو چون پرسیدن، اینکه چرا غزاله از آسانسور استفاده نکرده، از پله ها استفاده کرده، چون آرمان گفته که پله ها اون روز خیس بوده. خب اگه آسانسور داشته اونجا قطعا بود از آسانسور استفاده میکرد، طبقه پنجم هم بود. ببین آره طبقه پنجم بوده، ولی یه چیزی شما در نظر نگرفتید، اینا دوست دختر دوست پسر بودن. ما توی ایران یه چیزی به اسم همسایه داریم، یه چیزی به اسم آبروی خانوادگی وجود داره و آرمان داشته میگفته خط قرمز پدر مادرم این بوده که من دوست دخترم رو خونه نیارم. من فکر میکنم این عقلانیه که غزال از راه پله استفاده میکنه، به خاطر اینکه پدر مادرش احتمال داشته آسانسور استفاده کنن و بیان ببینن، یعنی اصلا کسی نبینتشون. آره دیگه، یعنی من فکر میکنم اینجا رو مثلا شاید آرمان دروغ نگه که مثلا از راه پله استفاده میکرده، یعنی کاملا با عقل جور در میاد. ولی یه چیزی که وجود داره اینه که به آرمان گفتن که خب اوکی از پله اومد پایین خورد زمین، به من چه ربطی داره، به تو چه ربطی داره، به آرمان چه ربطی داره، تو زمین بزن اورژانس بیاد. آره دیگه، یعنی مثلا اگه حالت اولی بود که گفته بود که مثلا هولش شدم سرش خورد، سرش شکسته با میل بارفیکس زدم، اینا اگه اونجوری گفته بود آره اونجا باید میکردش چمدون رو مینداختش سطل آشغال. حالا نبود این کارو میگم، ولی از ترس این کارو کرده. از ترسی که این کارو کردم، مثلا کسی که یه قتل انجام میده از ترسش اونجوری کاری انجام میده 100%. ولی وقتی که خودش هیچ گناهی نداره و اگه مثلا درو بسته و اون مثلا بعد اینکه درو بسته افتاده پایین یا مثلا هر چیزی شده و سرش شکسته، خب اونجا دیگه اون تقصیر کار نیست، اصلا اگه اثر انگشت بگیرن هر چیزی که بگیرن دیگه به اون مربوط نمیشه، دیگه به اون ربطی نداره. و خودش گفته که من میترسیدم که پدر و مادرم بفهمن غزال خونه بوده، برای همین این کار کردم. ولی باز هم به نظر من مثلا با عقل جور در نمیاد، تو اگه به یه نفر واقعا علاقه داری چه وقتی همچین کاری انجام نمیدی. دقیقا. حالا خب پدر مادرش هم بعد به فرض مثال که بفهمن دوست دخترش بوده، الان که این کارو کرده، مثلا اگه این کارو کرده باشه واقعا بهتر شده الان که اصلا دیگه هیچی. حالا در مورد اینش هم حرف میزنیم، ولی خب ظاهرا یه چند تا احتمال پیش آوردن. اول اینکه گفتن که احتمال داره که آرمان هم دست داشته باشه،
چرا که این که تو یه نفر رو بخوای بکشی، حالا چه پسر 18 ساله باشه چه 15 ساله باشه، ما داشتیم کشتن. این که کشتن تمام، ولی این که جسد رو چجوری دفن کردن سوال پیش میاد. میگن که احتمالاً آرمان برای این که جسد رو دفن کنه کمک گرفته بوده و از یه نفر هم دستش بوده. تلفن آرمان رو که چک میکنن میبینن اون ساعتی که ظاهرن این اتفاق افتاده بوده، حالا بین ساعت 4 تا مثلا 5 و 6، آرمان 40 دفعه به یک دوستش به اسم باربود زنگ زده و 40 دفعه به یک پزشک خانوادگی داشتن که دوست خانوادگیشون بوده زنگ زده. ببین یعنی این دیگه خیلی عجیبه که حالا دوستت به هر جهت ولی به پزشک خانوادگی که چرا باید زنگ بزنی؟ خودش این دلیل الان آورده برای این قضیه یا نه؟ خودش گفته که برای پزشک خانوادگی که اصلا حرفی نزدن و اون حتی پاش به دادگاه نرسید. اون پزشک خانوادگی اسمی هم ازش نیست، ولی در مورد دوستش فربود. فربود باز اینجا عقلش کار کرده. من خوشم میاد پدر مادر این فربود حداقل یه چیزی بهش یاد دادن. هر چقدر که آرمان بهش زنگ میزنه و میگه بیا خونمون، فربود نمیره. فرداش توی مدرسه آرمان به فربود میگه من غزاله رو کشتم. فربود نمیاد تو دادگاه، میگه آره، میگه من به من گفته که من غزاله رو کشتم و انداختم سطل آشغال. روز بعد از گم شدن غزاله با فربود میرن همون سطل آشغال، همون سطل آشغال رو میگردن که ببینن جنازه دفن شده یا نه، که نبوده چیزی. و جالبش اینه که فربود بعد از اینکه یکی دو بار در دادگاه حاضر شد برای همیشه غیب شد و میگن که خانوادش به خارج از کشور فرستادنش به خاطر که من فکر میکنم که حاشیه دورش درست نشن و چیزا رو کم کنن. آره، میخوان که مثلا یه وقتی به این اتفاق وصل نشه، چون واقعا سوال پیش میاد که مثلا خب اونا چی حرف زدن اون روزی که برای غزاله این اتفاق افتاده. ولی خلاصه اینجوری بهتون بگم که قاضی میگه که چه حالا تو با میله بارفیکس زدی به سرش، چه از پله ها افتاده، وقتی که توی پلاستیک بپیچیش از در خونه آرمان تا اون سطل آشغالی که برده 12 دقیقه زمان لازم زمان برده که برده. وقتی که یه نفر رو بخوای خفه کنی حدودا 7.5 دقیقه زمان میبره با پلاستیک. و معتقدن که غزاله اون موقع فوت کرده دیگه، یعنی آرمان چه با میله بار فیکس زده چه از راه پله افتاده، خفگی باعث مرگش شده اگه حرفاش درست باشه. یکی از چیزهایی که در دادگاه در موردش صحبت شد این بود که، یعنی وکیل آرمان اینها رو مطرح کرد، این بود که چرا دفترچه بیمه غزاله بعد از گم شدنش تمدید شده. فقط قاتل میدونه که غزاله مرده، درسته؟ پدر مادر غزاله نمیدونن که دخترشون مرده یا نه و پدر مادرش میگفتن که ما باید تمدید میکردیم، ما نمیدونستیم، ما هنوزم نمیدونیم، ما جنازه نهیدیم که ببینیم. شاید مثلا واقعا یه کسی مثلا گرفتت، شاید مثلا یه اتفاقی واسه شده، هر اتفاقی ممکنه دیگه. شاید زنده باشه و برای همین ما دفترش بیمش رو تمدید کردیم. و یه چیز دیگه هم که در موردش حرف زدن این بود که از دانشگاه مرخصی براش گرفتن و مادرش میگفت که غزاله قرار بره خارج از کشور، ترم قبلش هم مرخصی بوده و از دانشگاه به من زنگ زدن و من بهشون گفتم که برای غزاله چه اتفاق افتاده و اونها گفتن که ما یه ترم دیگه برای غزاله مرخصی رد میکنیم به این امید که پیدا بشه یا حالا زنده باشه، مشخص شه که چه اتفاق براش افتاده. ولی یه چیز دیگه هست که برای خود من هم سوال پیش اومده. غزاله 6 ماه بعد از اینکه غزاله ناپدید میشه که دیگه هیچ اطلاعاتی ازش نیست، فیسبوک غزاله غیر فعال میشه، دی اکتیو میشه و هیچ کس نمیدونه چرا، خانوادهش نمیدونن چرا. و اینجا دو تا احتمال وجود داره، اینکه کسی پسوردش رو داشته که فیسبوک رو دی اکتیو کرده یا خود غزاله. و توی دادگاه وکیل آرمان میگفت که شما باید یه کارشناس فضای مجازی بیارین یا باید از فیسبوک ما بخوایم که ببینیم چرا اکانتش غیر فعال شده و واقعا عجیبه. آره، اطلاعات بدن، مثلا یه آی پی بدن، یه مثلا چیزی بدن که مثلا بتونن پیگیری کنن که ببینن چرا اینجوری شده. وقتی که نمایندگی ندارن توی ایران چجوری مثلا میخوان مثلا این کارو بکنن. و این واقعا سوال، یعنی مثلا خیلی چیز عجیبیه که چرا فیسبوکش غیر فعال شده، چرا هیچ اطلاعاتی ازش در دست نیست. یعنی کسی داشته مثلا رمز و پسورد و خانواده‌اش این کارو نکردن، یعنی پدر مادرش گفتن که ما این کارو نکردیم.
در جلسه سوم دادگاه غیرعلنی که برگزار میشه، ظاهرا آرمان 19 ساله از قاضی اجازه میخواد تا از مادر غزاله معذرت خواهی کنه و به مادر غزاله میگه ببخشید برای کاری که کردم، و مادر غزاله قاب عکس دخترش تقال که بغل گرفته بوده میگه باید تو بمیری به خاطر کاری که کردی، و خب حالش هم قابل درکه. ولی به هر جهت در جلسه های بعد آرمان همون حرفای گذشته رو تکرار میکنه و میگه که از پله ها خورده زمین و من بعد جسدش رو داخل پلاستیک کردم. فقط یک چیزی که در موردش صحبت کردم و قاضی از آرمان میپرسه میگه که زنده بود یا نه، و آرمان میگه که نفس میکشید، حتی موقعی که میخواستم به نظرش سطل آشغال نفس میکشید، ولی من ترسیده بودم، انداختمش، فکر میکردم که مثل بازی های کامپیوتریه، بازی ریستارت میشه و غزاله زنده میشه دوباره. آرمان از سال 92 تا 96 رو در زندان بود و در این مدت در کنکور شرکت کرد، در رشته مهندسی کامپیوتر لیسانس گرفت و بعد در کنکور ارشد شرکت کرد در دانشگاه تربیت مدرس، در رشته مهندسی پزشکی پذیرش گرفت و از راه دور شروع کرد به درس خوندن، تا اینکه طبق شواهدی که اتفاق افتاد و قاضی ها دور هم دیگه جمع شدن و تصمیم گرفتن که به آرمان اعدام بدن. اما چرا؟ ببینید، اگر غزاله، یکی از حرفایی که قاضی ها در موردش حرف می زدن و به نظر منم عقلانی میاد، اگر غزاله از پله ها افتاده باشه و طبق چیزی که آرمان گفته از پله ها کشیدتش بالا، آوردتش داخل خونه، با دستش که خونی بوده میله بارفیکس رو انداخته اون بر، به خاطر همین میله بارفیکس خونی بوده و بعد پیچه تو پلاستیک برده، 100% نباید پاشش خون داشته باشی. تو وقتی به یه چیزی ضربه بزنی میپاشه. موقعی که رفتم بررسی کردن خونه آرمان رو، قسمت هایی که کاغذ دیواری داشته و ظاهرا خون روش پاشیده بوده پاره شده بود، یعنی یه سری قسمت ها بوده که پاره شده بوده، یعنی سادگی خونیدار کنده بوده. آره آره، مثلا زیر فرشش خون بوده. بعد میگن که این احتمالاً ضربه زده به سر این که اینجوری شده. بعضی یه طرف دیگه میگن که اگر تو یک آدم رو بکشی که در اون حد خون پاشش داشته باشه، یه ذره دو ذره نیست اون خون زیاده. درمون این هم سوال. ولی خب قاضی ها میگن که چون پاشش خون وجود داره و خود آرمان هم داره میگه که من بردم انداختمش تو سطل آشغال، حالا چه ضرب بزنی چه نزنی، باعث خفگیش شدی، کشتیش و حکم اعدام رو بهش دادن و قرار بود 11/11/1396 اعدامش کنن، و احتمالاً هم شما همتون تو اینستاگرام دیدید که چه جبی را افتاد، سلبریتی های زیادی در موردش حرف زدن و خانواده غزاله از این مسئله خیلی ناراحت بودن، میگفتن که ما رو درک نمی کنن و فقط ما میگن ببخش ببخش ببخش، ولی ما جنازه بچه‌مون رو میخوایم و خب جنازه هم نداریم. یه ویدیو جدید شاهین صمدپور درست کرده بود که احتمالا همتون دیدین، یه حرف خیلی خوبی زد، گفت که اگر حتی قاتل‌هایی که خیلی بزن بهادرن رو هم ببری پای چوبه دار، اعتراف میکنن چه اتفاق افتاده، و برای آرمان این اتفاق افتاد. آرمان خب هیچ گذشته ای نداشته، یه بچه بوده، بچه نوجوان بوده. آرمان رو تا پای چوبه دار بردن، تناب رو گردنش انداختن، در لحظه آخر مادر غزاله اجازه نداد که صندلی رو بکشن و به آرمان یک ماه فرصت دادن که تو بیا بگو چه اتفاقی افتاده، تو حقیقت رو به ما بگو، ما میبخشیمت. به نظر من کسی که مثلا یه بار حالا پای چوبه دار رفته و از کلن یعنی مردن در رفته، یعنی اومده بیرون دیگه، واقعا یعنی دیگه هرچی داره رو الان میگه دیگه. به نظر من ببین، الان دارم بهش میگم، میگن تو بیا حقیقت رو به ما بگو، ما میبخشیمت. خب و آرمان داره میگه حقیقت همینه، و اینجوری شد که یک ماه بهش فرصت دادن و این یک ماه تبدیل شد به 3 سال که تا همین الانم طول کشیده، و مطمئن باشید انقدر نقطه کور وجود داره تو این داستان که
حکم اعدام نمیاد، خودشون هم شک و شبهه زیاد دارن. صد درصد آخه پروندم یعنی همه چیز علنی نشده و همه چیز ما نمیدونیم و صد درصد شبهه‌های خیلی زیادی وجود داره. آره، یکی حرف خوبی که من داشتم چند وقت پیش توی کس پرونده ها میخوندم، میگفتن که برای ما توی آمریکا میگفتن برای ما مهم نیست که چند تا قاتل رو نتونیم بگیریم، برای ما مهم اینه که بیگناهی رو سرش رو بالای دار نبریم، مثلا نکشیمش، و خب این خیلی مهمه. و اما دادگاه آخری که برگزار شد، من اگه بخوام دوباره از اول براتون بگم، دوباره تکرار مکرراته، فقط همینقدر بهتون بگم که آرمان میگه که من نکشتم، از روی پله افتاده و بعد من تو پلاستیک پیچیدمش. ولی خب سوالات زیادی هم به وجود میاد. آرمان گفته که من 76 روز توی انفرادی بودم، یه بچه 18 ساله بودم و به هم گفتن که پدر و مادر توی سلول کناریان، برادر کوچیکت آپتین احتمال داره ما بگیریمش، چون روز ناپدید شدن غزاله داخل خونه بوده. ما نمیدونیم چقدر مسئله راسته یا دروغه، ولی آرمان گفته من به خاطر همین اعتراف به قتل کردم، گفتم که من با میله بار فیکس زدم توی سرش، تحت فشار بوده، گفتم من تحت فشار بودم. ولی حالا چقدر این مسئله راسته چقدر دروغه نمیدونیم، ولی میدونیم که قاضی رد کرده، گفته که نه تو تحت فشار روانی نبودی. ولی خب آرمان همین حرف رو زده. ما میدونیم این چیز حدود 20 قاضی تأکید کردن و گفتن که آرمان مقصره و باید اعدام بشه. همه چیزایی که تا الان شنیدین دست به دست هم داد که بالاخره قاضی دیوان عالی کشور رأی به این دادن که آرمان گناهکاره و باید اعدام بشه. اما یه چیزی اینجا وجود داره که من خودم میخوام بگم در موردش و اصلا در موردش جایی نخوندم. کلینیک پوستی که غزاله رفته خیابون ظفره، همینجور که روی نقشه میبینید، خونه آرمان خیابون میرداماد خیابون البرز و طبق گفته خود آرمان، چی بهش گفته که غزاله گفته میرم یه سری میزنم و بر میگردم، 9 دقیقه راه، یعنی میتونسته بره سرشو بزنه و برگرده به کلینیک پوستش برسه. ولی بعد ما میشنویم که با یه راننده تاکسی مصاحبه کردن که گفته ساعت 4 بعد از ظهر من غزاله رو سوار تاکسی کردم و بردم آریا شهر پیادش کردم، یعنی چیزی حدود نیم ساعت اون طرف در. خب اگر یعنی غزاله رفته آریا شهر، نیم ساعت رفته ماشین، نیم ساعت برگشته میشه یه ساعت بعد رفته خونه آرمان کشته شده، نمیخوره به هم دیگه. برای اینکه 3 ساعت بعدش رفته چی؟ 3:30 رسیده به کلینیک همون پوست و اصلا با هم جور در نمیاد اینها. میدونین چجوری بوده؟ یعنی رفته آریا شهر رو برگشته، یه سر فقط رفته و برگشته، چی کار داشته؟ با کی ملاقات کرده اونجا؟ و بعد رفته خونه آرمان کشته شده. و من فکر میکنم که شهرزاد دوست غزاله که نامش رو اولش خوندیم، ظاهرا این چیزایی میدونست دیگه، چون نوشته بود که آرمان آخرین کسی نبوده که غزاله رو دیده. آره، شاید احتمال میدم مثلا یک کس دیگه این کارو کرده باشه. آره، یک کس دیگه قرار گذاشته بوده. آره، ولی چون ما فقط 5% از پرونده رو میدونیم، نمیتونیم در موردش اظهار نظر کنیم. و من مطمئنم که خانواده غزاله هم یه سری شکا تو دلشون هست. میدونی شاید مثلا یه چیزی که ما داشتیم در روی این پرونده کار میکردیم، چون من خودم تنها روی پرونده کار نمیکردم، وقتش رو نداشتم خدایی، ولی یه چیزی که در موردش خوندیم و به من گفتن این بود که یک نفری ادعا کرده که غزاله دست کساییه که قاچاقچی انسانن و گفتن که ما آرمان اگر اعدام بشه اطلاعات رو میدیم. من میگم که اگر یه همچین چیزی وجود داره و همچین تئوری وجود داره که غزاله دست کساییه که قاچاقچی انسانه، خب همین الان اطلاعات رو بده. آره، برای چرا آرمان باید اعدام بشه؟ چرا اصلا، چرا این همه سال توی زندون بوده و هر روز واسهش مثل هر روز آرزوی مرگ میکرده واقعا میکرده. و یه چیزی بهتون بگم که این خیلی چیز عادیه که ذهن آدم تصویر سازی کنه و من اصلا اطلاعاتی ندارم در مورد پرونده ها، ولی ما خیلی پرونده ها داشتیم که مثلا طرف توی ذهنش این داستان رو ساخته که واقعا مثلا
کشته، واقعا یه چیزایی دیده، یه کارایی کرده. آره دیگه، حالا مثلا روانشناس مثلا اگه داشته بهش گفته، یا اینکه مثلا حالا به حساب مثلا کسی که تو زندان بوده بازجو، یا مثلا کسایی که بودن اونجا. ولی خب نمیتونیم در مورد این پرونده اظهار نظر کنیم. بچه‌ها این آخر من میخوام یه چیزی براتون اضافه کنم. همین پستی که من از شهرزاد براتون خوندم، یه سری کامنت هم زیرش هست و به نظرم جالبه که اینها رو بخونیم و در موردش بفهمیم. اگه یادتون باشه من اول ویدیو بهتون گفتم که مشخص نیست که شغل پدر غزاله چیه. حالا توی این کامنت ها که شهرزاد دوست غزاله در موردش نوشته، بیاییم با هم بخونیم ببینیم چی گفته. یه نفر براش کامنت میذاره، میگه شهرزاد جان متاسفم که دو تا از دوستای صمیمیت به این سرنوشت دوچار شدن و امیدوارم کامنتم بیشتر از این ناراحتت نکنه، ولی پستت برای من نکات مبهم زیادی ایجاد کرد. مثل اینکه آیا از سر حس میگی آرمان آخرین نفری نبود که غزاله رو دید یا اطلاعاتی داری؟ منظورت از باور نداشتن مرگ غزاله اینه که فکر میکنی زنده هست و با اختیار خودش مخفی شده، یا منظورت اینه که از نظر احساسی باور نمی کنی؟ و اینکه به نظرت چرا آرمان به قتل اعتراف کرد و چه اتفاقی برای غزاله میتونه افتاده باشه؟ همه اینا به کنار، امیدوارم آرمان چه گناهکار چه بیگناه اعدام نشه. و اما کامنت شهرزاد، این آیدی که میبینید با انشونشه، این آیدی شهرزاده که توی اینستاگرام هم هستش. میگه آرمان 76 روز تحت شکنجه بوده. این چیزی که ما هم بهتون گفتیم که گفتن آرمان تحت شکنجه بوده. اعتراف گرفتن از یک پسر بچه اونقدر هم سخت نیست. من در جایگاهی نیستم که بخوام بگم چه مدارکی از پرونده گم شده یا حتی یک بار بحث نشده پدر غزاله شغلشون چیه. و منم اول ویدیو بهتون گفتم هیچ جا نوشته نبود که شغل پدر غزاله چیه. توی کامنت بعدی دوباره شهرزاد می نویسه آرمان 76 روز زیر شکنجه وحشتناک بوده. بلاهایی که سرش آوردن حال هر انسانی رو بد می کنه. گوشی غزاله تا چندین کیلومتری خونه آرمان آنتن داشته. ویدئوی سوار شدنش توی ماشین تاکسی از پرونده حذف شده. خونه آرمان موقع جرم شناسی یک سری اتفاقات افتاده که من به زودی در موردش پست خواهم گذاشت. من متوجه نمیشم چرا همه میخوان غزاله رو بکنن زیر خاک. ممکنه قضیه یه چیز دیگه باشه. به زودی توضیح خواهم داد عزیزم، اما با شواهدی که مردم محترم متوجهشن که این حادثه وحشتناک عجیبتر از چیزی هست که گفته شده. و اما توی کامنت بعدی دوباره شهرزاد برای یه نفر دیگه می نویسه به نظر شما اگه یکی رو با بارفیکس بزنن بعد تکه تکه کنن و بذارن توی چمدون فقط چند قطره خون پیدا میشه عزیزم؟ صحنه به نادرست‌ترین حالت ممکن جرم شناسی شده. آرمان اگه چیزی میدونست آیا دریغ میکرد؟ پدر آرمان خودش هم چندین سال دنبال پیدا کردن غزاله بوده، چون غزاله رو مثل دختر خودش میدید. دوربینی که توی دادگاه پخش نشده آیا روی پرونده نیست الان؟ من از تمام جزئیات با خبرم عزیزم. چرا نمیگین چطور میشه یه جسد وسط میرداماد توی سطل آشغالی گم بشه؟ من با آبروی هیچ کس بازی نمی کنم، اما نمیذارم با آبروی آرمان هم بازی شه. بعد دوباره توی کامنت بعدی برای همون شخص مینویسه مدارک مربوط به دی ان ای هم توی آزمایشگاه خصوصی بررسی شده. آیا اگر چنین اثر و شواهدی بود ناهید جون برای بازگشت غزاله امیدی داشت؟ همه هنوز منتظرن شاید غزاله پیداش بشه. اینم کامنتایی که شهرزاد کشاورز گذاشته. ولی این که چقدر درست باشه چقدر درست نباشه رو ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی جوری که خودش نوشته اطلاعات زیادی داره. به نظرم عادی بوده که پست اینستاگرامی شهرزاد حذف بشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چهارشنبه برمیگردیم با یه ویدئوی حل نشده. اگر دوست دارید که از ما حمایت کنین سابسکرایب یادتون نره. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.